شنبه 31 شهریور ماه 1359 ساعت 1:45 بعد از ظهر. اگه تونستی ممنون میشم. قربان پرونده که خواسته بودی. متشکرم. نه فردا نمیتونم بیام. گوش کن، فردا اول مهره. آخه علی باید بره مدرسه. فرمانده رو خبر کن. الو 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 الو، گوشی رو بردار. بریش تو پناهگاه، تو پناهگاه، همه تو پناهگاه. بگیر دینجه، چرا گذاشتم اونا شروع بکنن؟ چرا سب کردن تا اونا حمله کنن؟ جان سرهنگ خودت کنترل کن سروان، حالا موقع این حرفا نیست، برو سر کارت، بحثابت مسلط باش. تلفن ها قفل شده جناب سرهنگ. به هاتلاین بگو آژیر احضار کلیه پرسنل به پست فرماندهی. الو آیان، بالاخره دولت بسیارا جنگ خودشو که از مدت ها قبل منتظر آن بودیم با کشور ما آغاز کرد. جنگ شروع شد، جنگی ناخواسته، جنگی که ما هیچ وقت خواستارش نبوده و نیست. ما باید وظیفه مقدسی رو که به عهده داریم به نحو شایسته به انجام برسانیم. چشم ملت ایران به ماست. آقایان، خلبانان، اکنون زمان آن رسیده که ما شجاعت، شهامت و لیاقتمون رو در راه دفاع از انقلاب، ملت و مرز و بوممون نشان دهیم. دشمن به تصور احمقانه خودش و اینکه شرایط مملکت در رویه نیروها تأثیر منفی گذاشته دست به این اقدام وحشیان زده است. و حالا که ما تا آخرین نفس، تا آخرین قطره خون ما ایستاده‌ایم و از این مملکت دفاع می‌کنیم. جناب سرهنگ، اگه نقشه وضعیت رو که با آخرین عکس گرفته شده مطابقت داره بررسی کنیم؟ دشمن به خاطر حساسیت منطقه دست به تقویت مواضع پدافندی خودش زده. در این نقطه از موشک‌های سام 6، در این نقطه از موشک‌های سام 2 و در این نقاط از آتشبارهای 57 میلیمتری که با رادار کنترل میشه استفاده کرده. و همینطور طبق اطلاعات واصله در اطراف هدف حدود 10 تا 15 موضع توپ 23 میلیمتری وجود داره و در این نقاط، یعنی اینجا، اینجا و اینجا، رادارهای متحرک با برد کوتاه مستقر شده. ضمناً با اطلاعاتی که در دست دشمن در میان مواضع مختلف از مواضع موشکی سام 7 و 9 استفاده میکنه. چون این موانع وجود داره ما نباید دست رو دست بگذاریم و تماشا کنیم. شما بریفتون انجام بدید و توجه داشته باشید که ضمن توجیه کامل وضعیت برای لیدر دسته موضوع رو آسان تر نشان بدید. البته باید اضافه کنم افسر مأمور یکی از طبقان هست. با وجود تمام این موانع این اس ام غیر ممکن رو ممکن میکنه. اون یک عقاب سروان، یک عقاب. قربان، حتما متوجه شدید سروان که برای چه منظوری شما رو به اینجا احضار کردیم. بله قربان. مأموریتی برای ساعت 6 فردا صبح به یگان ما محول شده که شما سروان برای انجام دادن اون انتخاب شد. بله قربان. به خاطر حساس بودن این اس ام ما نشستی با افسر عملیات یگان سرگرد کمالی داشتیم.
ایشون به عنوان شماره دو با شما هستند. امیدوارم از تجربیاتشون استفاده لازم رو بکنید. ضمناً سروان امینی شماره سه و صدفان کریمی شماره چهار این پرواز خواهند بود. صدفان پارسا هم برای رزرو در نظر گرفته شدند. بعد از توضیحاتی که افسر اطلاعات و عملیات سروان صدیقی از نظر مشخصات و موقعیت پدافندی هدف خواهند داد، هرچه سریعتر برای طراحی عملیات و توجیه کامل دسته پروازی خودتون به اتاق بریفینگ برید. بفرمایید. موفق باشید سروان. بابا من دیدمش، رنگش سیاه بود، بالشم پهن بود مثل 330. داشتم با دوستان بازی میکردم که بمباش ترکید. ما خوردیم زمین و من فکر کردم الان ماها رو میکشه. بابا هواپیماهای الان بمب تلک کن. مامانی ترسید، من دیگه نکردم. آخ قربون تو دختر شجاع، میدونم که دختر نازم هیچ وقت از هیچ چیز نمیترسه. مگه نه بابا جون؟ آره تو داشتی میترسه. نه گفتم نترسی. بابا تو داشتی میگه نباید چلاقانو نوشن کنی. بای بای الان بیا پس میام بوم غلط میکنم دیگه. بیا آره دیدی گفتم. ولی خب داداشی راست میگه، ما هم نباید چراغ رو روشن بکنیم. چای میخوری؟ آره من علی سکنم تو بقیلم کنم بابا. علی خواهر تو ببر تو اتاقتون بشین بازی کنین. اگه پرده رو بکشین میتونین چراغم روشن کنین. برید جنم. باشه بریم دادوشی. بود تو دختر. میگا که اومدن تلفن زدم خونه نبودی؟ همه ریخته بودیم تو خیابونای پایگاه. ترسیدی؟ حالا شما چی کار میکنی؟ معلومه، همون کاری که اونا کردن. کی؟ زمان شما هم نمیدونی، تو هم نباید بدونی پسرم. پدر؟ شما هیچ وقت نخواستین حقیقت رو به من بگی؟ هیچ وقت پدر؟ حب با توی پسرم. شایدم دلیلش اینه که حقیقت برای بعضی ها تلخه، اما واقعیت رو باید پذیرفت. امروز نه ما بلکه تمام مردم ایران این حقیقت رو پذیرفتن. که جنگه؟ که جنگ شروع شده. ولی مرگ مادرم چی پدر؟ آیا اونم حقیقت داره؟ واقعا مادر من مرده؟ یا اینکه از هم جدا شدین پدر؟ سامه من مرد، همسر من مرد، مادر طفل من مرد. من در حق تو کوتاهی نکردم هرگز. ولی سلامتی شما برام مهمه. دوستتون دارم پدر. زحمت مادر بزرگ و عمامو فراموش نکردم. من مادرمو ندیدم. ولی دلم نمیخواد در این وضعیت دست و پا گیر شما باشم. شب بخیر پسرم.
به نام خدا. همسر، همان گونه که میدانی من به جنگ میروم، به جنگ کسی که مملکت ما را مورد تجاوز قرار داده. با آمادگی که دشمن دارد معلوم نیست از این مأموریت برگردم. من تمام کوشش خود را جهت انجام یک مأموریت شایسته انجام خواهم داد، ولی به عنوان یک مسلمان ترجیح میدهم چند مسئله مهم را از تو بخوانم. مادر مهربانم، میدانم به خاطر من، به خاطر تنها پسرت، از تمامی خوشی‌های زندگی چشم پوشیدی. من فقط یک آرزو دارم، اونم دامادی رضاست. این تنها اندوخته ای من، دلم میخواد بندازم به گردن عروسم. مادر عزیزتر از جانم، از تو میخواهم شجاع و بردبار باشی. با ناملایمات بسازی و این را بدانی تو تنها مادری نیستی که فرزند از دست داده است. با غصه و گریه برانچه داشته ای و از دست رفته است خود را مشغول نساز. بیاد داشته باش در غیاب من بار مسئولیت تربیت بچه ها روی شانه های تو سنگینی خواهد کرد. بچه ها را خوب تربیت کن و بدان جامعه ما نیاز به خدمت گذارانی با ایمان دارد. عاقل باشی بسرم. خب باشه، مواظب مادر و خواهر کوچولوت باش. باشه، چشم. بابا بر میگرده. من بر میگردم، اینو باید قول میدم. باشه باشه بابا. بابا خدا نگهدار. بابا من برمیگردم.
بچه ها، خوشبختانه شما از تجربه کافی برای این SM برخوردارید. با توجه به اینکه در جریان چگونگی مأموریت قرار گرفتید، حدود 40 دقیقه به زمان استارت مونده. با اجازه جناب سرگرد، بعد نیست یک بریف کوتاه در مورد مشخصات هدف انجام بشه تا اگر چیزی رو جا انداختیم گفته بشه. چک های داخلی و خارجی رو طبق چک لیست انجام بدیم. فقط در چک های خارجی توجه کنید که فیوز موشک ها رو حتما چک کنید. زمان استارت 20 دقیقه قبل از تیک آف. برای تیک آف فقط 54 ثانیه. رأس ساعت 5:40 استارت میزنیم. شماره 2 جناب سرگرد کمالی، بال چپ روی خط وسط. شماره 3 سروان امینی با فاصله مناسب از شماره 2 سمت چپ باند. شماره 4 صدفان کریمی با فاصله مناسب بین 1 و 2 و شماره 5 صدفان یکم پارسا هم رزرو هستند. بله. نقطه شماره 4 رو اگر دقت کنید درست روی خط مرزی قرار گرفته. در این نقطه با گفتن رمز عقاب ها مهمات رو مسلم میکنیم. مقدار بنزین مصرفی چقدره؟ در حدود 3800 پوند. برای چه زمان؟ 48 دقیقه. برای رفت و برگشت. خوبه، انشالله که اتفاقی نمیفته و در مسیر برگشت هم دیگه رو میبینیم انشالله. در ضمن همینطور که در طرح پروازی مشخص شده، سرعت رو تا خط مرزی با 420 نات و ارتفاع 12000 پایی و بعد از این نقطه ارتفاع رو کم میکنیم تا حد ممکن و سرعت رو به 500 نات افزایش میدیم. تنها چیزی که در این ماموریت ارزش حیاتی داره سکوت مطلق رادیویی، مگر در موارد اضطراری که اونم نمیشه کاریش کرد. سوالی هست؟ نه. اگر اشکالی در هوابر کسی پیش اومد برمیگرده خونه. حتی اگر یک فروند هم باقی بمونه این ماموریت باید انجام بشه. که شیرینی عروسی تو میخوریم. ستارت میزنیم. ستارت چک. عقاب چک. تاکسی. عقاب تاکسی کنید برای باند 31 راست. فشار 29.94. عقاب چکای قبل از تیکاف 234. درفش. عقاب آماده تیکاف. عقاب باد 300 درجه متغیر 10 تا 15 درجه. مجازید برای تیکاف. درفت شنیدم. متشکرم. باب میریم روی چنل هوشیار. عقاب چک. شماره 2 شنیدم. شماره 4 شنیدم. شماره 3 شنیدم. کاوش عقاب، کاوش عقاب. عقاب، کاوش، بگوشم. کاوش عقاب، چهار پروند روی رادیال 180 درجه. 45 مایلی از درفش خارج شدیم. طبق طرح ادامه میدیم. عقاب شنیدم. شما رو دارم. ادامه بدیم. کاوش به مرز نزدیک میشیم.
اف رو خاموش کردم. شما رو دارم. فاصله 85 مایلی. در برگشت مود 3 کد 33 رو اسکوایر کنید. موفق باشید. شنیدم مود 3 کد 33. روی خط مرزی هستم. بابها مسلح کنید. دو شنیدم. سه شنیدم. چهار شنیدم. میریم پایین بچه ها. فاصله جانبی رو زیاد کنید. فاصله 10 ثانیه از همدیگه شروع کنید. مواظب خودتون باشید. رانندگی. به مرز نزدیک میشه. دو شنیدم. سه شنیدم. چهار شنیدم. لید، اون برج هم چیز بدی نبود. کاوش عقاب روی رادیال 240 درجه 115 مایل از درفش خارج هستیم. عقاب با چنل 2 درفش تماس بگیرید. خسته نباشید. درفش عقاب، چهار فرمان میایم برای نشستن. عقاب درفش فرود آزاد باند 31. با چک چپخواه گزارش کنید. فشار 29.90. ترکوندم اومدم. بابا معلم تاسمون آدم خوبیه، منو خیلی دوست داره. تو هم خوبی پسرم. بریم بازیتون رو بکنیم. علی میتونم میترسم. باری کلم مامانی میترسم ولی دخترم نه. حالا نه، حالا نه. برو بخواب. وقتی خواستی بخوابی یه بریم دیگه. داداشت برای قصه میگه. برو چینه.
مادر تو هنوز نخوابیدی؟ تو هم که چی نخوردی؟ تا سرد نشده بخورش، میرم بخوابم. مادر؟ چیه بذارم؟ منو ببخش. منو ببخش مادر. من تنها آرزوی تو رو برآورده نکردم. و سرعت رو به 480 نات افزایش میدیم. و بازم میگم تنها چیزی که در این اس ام ارزش حیاتی داره سکوت مطلق رادیوییه، مگر در موارد استثنایی که اونم نمیشه کاریش کرد. سوالی هست؟ خیر. شما؟ نه. روز بخیر. روز بخیر. شماره ها را دادن؟ بله دادن جناب سرباز. هوا را گرفتی؟ چطوره؟ خوبه یا نه؟ بله قربان، گرفتم. هوا خوبه. در برد نوشته شده جناب سرباز. متشکرم. دیسپچ. لطفاً یادداشت کن. شاهی. 4 فروند. خلبان‌ها کمالی، درخشان، صدیقی و امینی هستند. شماره ها به ترتیب 7513، 7517، 7512 و 7518. ضمناً صدفان پارسا رزرو این پرواز هستند. شاهین وارد باند 31 بشید. باد 270 درجه، پرواز آزاد. شاهین چک، چنل هوشیار. 2 شنیدم. 3 شنیدم. 4 شنیدم. هوشیار شاهین. شاهین هوشیار، شما رو دارم. سمت 270 درجه، فاصله 60 مایل، اسکواک، مود 4، کد 55. موفق باشید. بچه ها آماده باشید. مسلح کنید. چهار آماده؟ آماده برای پاپ. از ضد هوایی هیچ خبری نیست؟ من رفتم. چه کار میکنی شهاب؟ نترسین، چیزی نکنم. ترسیدی نبا، باشو قربونه شکلتون برم. گریه نکنی. نه ماما، نه 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 دخترم، گریه نکنی. گریه نکنی. نه بابا، نه 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 قربونه برم الهی، نه. گریه نکن دخترم، گریه نکن عزیزم، ندا، ویدا، گریه نکن جونم، گریه نکن. آروم. گفتی فردا پرواز داری؟ آره. نه ماما، نه نه نه. بقلم ساکت، نمیشه یه جوری. ما رو برای همچین روزای تربیت کردن نه بابا، چون یه نظامی باید بجنگه، همسرش هم نباید فضولی بکنه. نه بابا چون اگه لازم شد جونشو بده، ولی همسرش نباید سوالی بکنه. آخه فردا کلی مهمون داری. این خیس کرد. اینم خیس کرده. آقای افسر رو توجه کنم، زمان استارت 6:10. وقتی به خط مرزی رسیدیم سرعت رو به 500 نات افزایش میدیم و بعد اینجا رو میزنیم. این شاه گل کاشتی. آهش میکنم، قابلی نداشت مهداد. من اومدم مهداد، برو رضا ببینم چیکار میکنم. رضا
با آتش از دعوایی باش. بکش به چپ. شدید تم. شدید. شدید بکش. سیمرغ، مثل اینکه شماره چهار رو زدم، شماره چهار رو زدم. آده سیمرغ، برمیگردیم سمت 90 درجه و ادامه میدیم. اسکوپو دقیق چک کن، ممکن اشتباه کرده باشی. روی رادیال 270 سمت 90 درجه سفروند. سیمرغ، تایید کنید که سفروند هستید و چهارمی رو زدم. تایید میشه، چهارمی رو زدم. روی رادیال 270 سمت 90 درجه سفروند. خونده مرداد رضا کریمی. ببین دیگه قرار نبود که آخه صداش خیلی غم داره. خب ما برای همین روزا ساخته شدیم، همینه دیگه. نشان پویا، درجه سروان، یگانه. قربان، سروان پویا. بگین بیاد تو. لطفا بگید درو ببندن. درو ببند. سروان، یک بار دیگه از طرف ستاد برای شما ماموریت برون مرزی در نظر گرفته شده، مأموریت شناسایی منطقه. کدوم منطقه است قربان؟ کردستان عراق، در خاک دشمن. میخواییم بدونیم منطقه ایکس برای عملیات برون مرزی در این موقعیت مناسبه یا نه. این مأموریت به شما واگذار شده. شما تا به حال چندین مأموریت برون مرزی خطرناک رو با موفقیت پشت سر گذاشتیم. همانطور که میدونین در اون مناطق، یعنی در کردستان عراق، مبارزین کرد عراقی علیه دولت بعثی در حال جنگ هستند. ولی سروان؟ بله قربان. به من اطلاع دادن که شما در حال حاضر مشکلاتی دارین. پس اجازه بدین که اینشالله در برگشتن شیرینی تولد بچه‌تون رو با هم می‌خوریم. با هوانی روز در مورد انتقال شما هماهنگی شده. هلیکوپتر شما را در منطقه مورد نظر پیاده خواهد کرد. موفق باشید سروان. در ضمن مراقب خودتونم باشید. چشم قربان. Thank you.
خوبه؟ بازم مهداد، میخوام دختر داییمو دعوت کنم برای نهار. دختر داییت؟ من فکر کردم تو باشون غری. به هر حال مواظب خودتون باش. خداحافظ. مثل همیشه برگشتم براتون زنگ میزنم. راست شهاب، چهار فروند آماده پرواز. شهاب وارد باند شماره 31 سمت راست بشید. باد 295 درجه 10 گره. پرواز آزاد. موفق بشید. شنیدم. شهاب چک، میریم روی چنل شاهد. دو شنیدم سروان، روی چنل شاهد. سه شنیدم. چهار شنیدم. شاهد، شهاب هستم. چهار فروند برای ماموریت ویژه. شهاب، سمت 240 ارتفاع 10,000 پا. شهاب، شما رو داریم. سمت 240 ارتفاع 10,000 پا. شنیدم شاهد. مهمات رو مسلح کنیم. دو حاضر. چهار آماده پذیرایی. سه حاضر. شهاب شاهد، شهاب شاهد، شهاب شاهد، شهاب. هواپیمای دشمن به طرف شما میاد. فاصله 20 مایل. موقعیت هدف 270 درجه. ارتفاع 15,000 پا. ساعت 10 شما. ارتفاع 15,000 پا. سمت 190 نگه دارید. شدید بگردید. دشمن سمت چپ شماست. میدن شاهد. شهاب موقعیت بگیرید. بگردید به راست شهاب. دشمن ساعت 12 شما. ساعت 12 شما. بگردید به راست. میدن شاهد. متشکرم. تایید کنید یکی از هواپیماهای دشمن منهدم شد. تایید میشه شاهد. شاهد، شهاب چهار هستم. یکی از هواپیماهای دشمن رو دیدم. میرم ساعت 6 شام. جا میری جوجه. شهاب، ما شما رو داریم. ما شما رو داریم. شما رو داریم. شهاب، تایید کنید یکی دیگه از هواپیماهای دشمن منحرف شد. تایید میشه. مرداد، مواظب باشه که از هواپیماهای دشمن به طرف تو میاد. شهاب یک، شهاب یک، شهاب شاهد، شهاب شاهد، شهاب، شهاب شاهد. شهاب یک، شهاب یک. هواپیمای دشمن رو نمیبینم. آلفا 45، آلفا 45، آلفا 45. شهاب شاهد، شهاب شاهد، شهاب، شهاب، شهاب دو شاهد، شهاب دو شاهد بگوشن. شهاب دو، شهاب یک چرا جواب نمیده؟ شهاب یک رو زدن. هواپیمای دشمن در حال فراره. شهاب برگردید. تایید کنید برمیگردید برای نشستن. شهاب با چنل واسط تماس بگیرید. شنیدم شاهد.
اومدم. الو علی، مواظب فاطی باش. ای بدجنس، میخواستی غافلگیر. سلام. 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 چیه زری؟ مثل که منتظر ما نبودی. راستش فکر کردم مهداده. بفرمایید. مگه جناب سروان تشریف ندارم؟ پرواز داشته. صدای هواپیماشو شنیدم که نشست. الان تلفن میکنم که شما اومدید. سلام. سلام علی جون. الهی که قربونت برم. ایوا، اون برای چی داره گریه؟ سلام عرض میکنم. ببخشید، با سروان درخشان کار داشتم. سلام عمو. سلام علی جان، حالت چطوره؟ خوبی؟ بله. خیلی ممنون. متشکرم. خیلی خوش اومدین. بفرمایین. افتادین تو زحمت زری خانم. اختیار دارین غفار خان، شما که غریبه نیستی. زری، اینقدر دلم برات تنگ شده بود که نگو. وقتی تلفن کردی انگار دنیا رو به هم دادن. به غفار گفتم اگه آب دستته بذار زمین که زری منتظرمونه. خودشه، برگشته، برگشته. الو، تو کجا موندی مرداد؟ سلام عرض کردم خانم درخشان. من سرهنگ رضای فرمانده عملیات پایگاه هستم. در مأموریتی که مهرداد امروز انجام داد، در خاک دشمن نزدیک یکی از پاسگاه‌های مرزی با چند فروند از هواپیمای دشمن درگیر شده. و بعد از سرنگون کردن چهار فروند از هواپیمای دشمن، متاسفانه خودش سقوط کرد. حياً. الطيار هبط في الغابة، طاردوه، اقبضوا عليه حياً. نعم سيدي، حالاً. هيا تحركوا. Oh.
خوبه سروان؟ مسئله نیست. تو کی هستی؟ من تکاور هستم، افسر یکی از گردانان شناسایی. وقتی از هواپیما پریدی بیرون من دیدمت. نامردا بد جوری زدنم پام بی حس. باید از چیه؟ پام بی حس. کمکت میکنم. بلند شو. اونا به عربی به هم میگفتن دستور دارن تو رو زنده بگیرن. بیشتر خلبانا رو سعی میکنن زنده بگیرن. تو چه منطقه هستیم؟ در کردستان عراق. اسمت نگفتی؟ جمشید پویا سروان. بیا. ترجلو اسرعو اسرعو هيا اسرعوا اقبضوا عليه حيا اسرعوا هيا خذوا مواقعكم اهجموا ونا ترى ميخان البته زنده سربان هيا هيا حاصروه اريده حيا من مسلح نیستم. بیا از خودت دفاع کن. به زودی محاصرمون میکنه. تراجعوا اطلبوا قوات إضافية هرش هرش يا شباب اذهبوا خلف الأشجار چی هستند؟ اینا رزمنده های کرد هستند که با بسی ها می جنگید. سردستشون قباد دوست منه. سلام. بازم از این طرف ها مولای افگارن زخمی شده؟ همون خلبانه ها؟ بله. باید از جا بریمش. یلا به کمک احتیاج داریم، نمیتونه خوب حرکت کنه. یلا واریدش. تو جون مثل مار زخمیه، هر هم ممکنه برگرده ها، بنا فلت بیشتر بر بگرده. دیدم از چطور سواب ما پرید پایین. بعدش گفتم مهرداد مواظب باش، میگ ولی مهرداد نتونست میگو ببینه. بعد از اصابت موشک به مهرداد چون سرعت خیلی زیاد بود از نظرم ناپدید و به همین دلیل حتما مهرداد سالم پریده بیرون. زری جان، جناب سروان سالمه، خودتو ناراحت نکن. حالا میبینی به زودی خبر سلامتیشو میارن.
بله حتما سالمه. خب دیگه حالا بهتره بفرمایی یه چیزی میل کنی. بفرمایی خواهش میکنم. زری جان چطوری چند روزی تو و بچه ها بیاین خونه ما دوره هم باشی؟ پیم باید برین دردین. لا اله الا الله ندستم بحث کافرم. نمدن پسر تانا کشتم. خیلی ممنون جناب سروان. السلام علیکم. خلبان را برای خدمت شیخ. يلا السلام عليكم جناب شيخ. اما خلبان ايرانيك باحترام مهمان فارسي حرف بزني يك خلبان ايرانيه احترام مش واجبه. من وجودك كسي ديگر حس ميكنم. غریبانی یا شیخ از دوستان ماست. یک نفر را بفرستید دنبال شکسته بند. دخترم برو به جمیل بگو زود بیاد اینجا. بله بابا جان. بسیار شو خواهی خود به من پرزی. بازم درد داره. میترسم شکسته باشه. طاقت بیار. ببریدش توی اتاق روی تخت. اون وحشی ها هیچ رحم سرشان نمیشه. بیا چشمانم که جایی را نمیبین. شرمنده تانم. میترسم خدایی نکرده لو برینو چشم زخمی بیتان بخوره. اون بی شرما اگر قدرت داشتن همه ی ما را میکشتن. زیر ساقت السلام عليكم. وعليكم السلام. فرموا عمو جميل فرموا. آمدي بابا جان. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام عمو جميل. هر كاري از دستت برمياد زود انجام بده. جانش در خطر جوانه. لكوية. خدايا خودت بهج رحم كن جوانه. نگران ما بن دستی نشکسته هیچ نیه ولی بد جوری در رفته. بسی ها تیارهش نزدند افتاد انواری کو خودش را با چتر انداخت پایین. شاید نتانه تحمل کنه دستکانی بگیری. تحمل کن
میدونم درد داره، ولی تحمل کن. خدا وای کمیکی پیپنا جوان غریب خدا، خیلی درد داره. من بر میگردم، من بر میگردم زهرا، دختر خوبم. علی نه، من بر میگردم، من بر میگردم. آتش! سلام خانم، ببخشید، بفرمایید تو. سر شوهر من چی اومده؟ چرا نمیفرمایید تو؟ اون مرده؟ نه خانم، خدا نکنه. منو ببخشید، وظیفه داشتم خدمت برسم، ولی متاسفانه. ببینید جناب سروان، حقیقتو بگین. من باید بدونم. خب سروان گفت میک اون اجکت کرده. مطمئن باشید اون زنده است. علی جون بلند شو، خواهری تو ببر تو اتاقتون بخوابی. تو هم برو فتی جون. داداشی سب کن، منم بیام. داداشی چرا گرده میکنی؟ و برای اینکه دیگه بابا نداری؟ من اون میاد. بابای حمیدم رفت عراق بام بندازه، ولی دیگه نایمم. اما بابای من میاد، من میدونم که میاد. گرده نکن داداشی. ای زری، یعنی چی؟ انگار حالت بهتره. اینجا کجاست؟ مخفیگاه منزل جناب شیخه. دیشب منتقلت کردیم اینجا. تمام شب و بیهوش بودی. ساعت چنده؟ 6 صبح. اینجا جایش امینه، دشمن میترسه شو اینجا بیایه، اما روز ممکنه بیایه. اون کیه؟ دختر جناب شیخ سروان، صاحب این خونه. ما مزاحمتون شدیم. شما دوستانی اما هستیم، خجالتیم، چیزی نداشتیم که پذیرایی کنیم. برای تن شیری گرم هاوردم. من و پدرم تنها زندگی میکنیم. شوهر من رفت. کی؟ از وقتی با اسیها جنگ شروع کردن. فکر میکنی بر میگرده؟ اون مرد جنگه، دلم میگه اون بر میگرده. تارا! چیه بابا؟ سر و صدا میاد، فکر میکنم حرامی ها هستن. صداشون رو میشنوی؟ دارن میان اینجا. Thank you.
کسی از خانش بیرون نیاد. تا خان دستور نداده کسی کار نمیکنه. خان عزاداره. پس که فرمان میده؟ اگر لازم شد من فرمان میدم. این بحثی ها دنبال بهانه میگردن. من هنا. راقبوا جيدا. راقبوا السطوح والأزقة جيدا. واقتلوا كل من حاول المقاومة. تحركوا. اینجا پنهانش کردیم. کسی اینجا مخفی نشده. اون که میبینی پسر خانه مرده. از چشمات میخونم که داری با من کلک میزنی. جنازه پسر ما بی حرمتی کردی، فرمانده. پسرت با مرگ طبیعی نمرده. جای گلوله فرمانده تو پیشونیشه. فرزندان ما همشان از پیشانی و سینه گلوله خوردن. هیچ وقت پشت به دشمن نکردن. پس اعتراف میکنی اونایی که دیروز با نیروهای ما در جنگل درگیری داشتن؟ افراد تو بودن. سربازای شما بودن که پسری خان را کشتند. و شما تقاس این جنایت را پس خواهید داد. عقرب سیاه پوش. پس شما اون خلبان ایرانی را نجات دادیم و اینجا آوردینش؟ او کجاست؟ اگر برای دستگیری خلبان ایرانی به اینجا آمدید وقت تلف نکنید. بگردید پیداش کنید.
زمنم به این مزدورات بگو سلاحاشن را اینطور به طرف ما قراول نگیرند. ما چه مسلح نیستیم. اگر اون خلبان توی ده شما پیدا بشه مطمئن باشین حتی به بچه هاتون رحم نمی کنیم. و قبل از همه از تو شروع می کنیم. فرمانده، میخوام پیش از اون که جنازه پسرم لقد دیگه ای بخوره دفنش کنم. این اجازه به شما داده میشه به شرطی که تعداد افرادت همینا باشن، نه بیشتر. در ضمن تا اینجا رو خوب جستجو نکردیم کسی حق نداره از این آبادی بیرون بره. فهمیدین؟ ده شما توسط سربازان و هلیکوپتر محاصره شده. مقاومت بیفایده است. آن بحث کافر خیلی خطرناکه. با کسی شوخی نداره. اگه ایرانی کن پیدا کنه مخصوصا آن خلبان تیکه تیکه میکنه. خودش میگفت بارها موازع نظامی موسل و کرکوک بمباران کرده. حق با شماست. هر چه زودتر او دو ایرانی را بیار اینجا. مواظب باش کسی متوجه نشه. به هر طریق شده باید اونا را به مرز ایران برسانیم. شرکو کی دفت میکنی؟ همین امروز. به مردم بگین آماده باشن. بالای غریبه میگردیم ندیدی؟ من کورم چشمم جایی را نمیبینم. اما تو تنها نیستی مگه نه؟ من تو شکل مکان عراقی ها آمده دنبال شما میگردم. عجله کنی از اندالا فرار کنی. زود باشی بری. كان هذا في بيت الشيخ لقد وجدناه هناك. حاصروا البيت. مسكير سيدي Thank you.
اون خلبان رو کجا مخفی کردین؟ بگو حرف بزن، بگو کجاست؟ سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. دیگر صلاح نیست شما تو این آبادی بمانین، همه جا دنبالتان میگردن. باعث زحمت شدیم، برای مرگ پسرتونم خیلی متاسفم، به خاطر ما کشته شد. انا لله و انا الیه راجعون. او به خاطر هدفش کشته شد. پسر خیلی دارم مثل شما. تشکر میکنم، به خاطر اینکه به ما امان دادین ممنونیم. مواضع نظامی موصل را که چند وقتی پیش بمباردمان کردی دیوانشان کرده. خبر آوردن که برای دستگیری شما نیروی زیادی فرستادن. این که محاله، ما زنده به دست دشمن نمیافتیم. اصولا برای جانبازی ساخته شدیم، ولی زنده موندن ما برای ارتشمون خیلی اهمیت داره. ولی راه‌های ارتباطی تحت کنترل شدید دشمنه. قیمت جانمانم چی شده؟ سعی خودمانم میکنیم. یک راهی مخفی از جنگل هست که به یک دشتی بزرگ میرسه، ولی وسیله‌ای میخواهد که خیلی زودتر به آنجا برسیم. منظورتون اسبه؟ هلیکوپتر خیلی راحت میتونه اسب شکار کنه. موتورسیکلت؟ من هم دارم. شما هم سوار میشیم. مسئله مهم از جنگل تا پله. موتورا کجا؟ تابوت زیر پاتان مشکل حل میکنه. تکلم. حالا میگی یا بابای کورتو توی تنور خاکسترش کنم؟ حرف بزن. حرف میزنی یا نه؟ تکلم. بوجود باش، حرف بزن. اون خلبان کجا رفت؟ کفا احرقوا بيته، اذا لم يتكلم هذا الكلب العجوز اعدموه. بابا بريتون خذوه تحت الشجرة، هيا احرقوا البيت. سرباز کن مریض نه بشی خن اگر تی برده. حالا موشه. بابا Thank you.
وسیله ترارتم فراهم شده. حالا دیگه میفهمن چاره ای ندارن، یا باید بگن اون خلبان کجاست یا شیخشون حلق آویز میشه. مگه نگفته بودم بیشتر از اونایی که توی خونن کسی حق نداره دنبال جنازه باشه؟ خانه ما ده منه، کسی به اهالی خانه ما اضافه نشده. چرا؟ چرا؟ من این مردو قبلا اینجا ندیده بودم. غریب است. سيدي اوصل نفسك الى بيت الشيخ. انظر ماذا هناك. سيدي القائد خدعونا، الجنازة هنا. هیچ کس از جاش تکون نخوره، مگر نه سربازان همتون رو قتل عام میکنن. اون تابوتو بی معطلی بزنین زمین. میخوای چی کار کنی؟ میخوام ببینم کی اون تو خوابیده. برو کنار. جلاشون رو بگیرید، تابوت رو ببرید، تابوت رو ببرید. کوچن، بیا کوچن همیان. بابا، بابا، بابا کیا؟ بابا. موتورها پشتی اون درخت شکسته پایین هستن. از توی جنگل برین، از تعقیب هلیکوپترها در امانید. از جنگل تا پل فاصله زیادی نیست. عمری پل هوای خودتانه. شما چیکار میکنین؟ ما اینجا میمانیم و میجنگیم. اینجا خانه مانه. به درست هم میخوره. به امان خدا. باش رفیق،
برس کنم تر تانک من دوباره ما رو میزنن راه جنگل از کدوم طرفه؟ مستقیم را برو جناب سروان. بله قربان، یه هلیکوپتر عراقی داره نزدیک میشه. خوب دقت کن، انگار یه موتور رو تعقیب میکنه. روی موتور دو نفرن، یکیشون لباس خلبانی داره. چه وضعیه؟ آتیشش تونتر شده. مهم نیست، به دنبال خودمون میکشیمش. هلیکوپتر بزنید، نزدید نزدیک بشه. آتش! صدای شلیک که پاسگاه ماست. چیزی نمونده برسی به پاسکا. دارم میبینم. برو اونهاش. پاسکا به مرز رسیدیم، به مرز رسیدیم، نجات پیدا کردیم. آره برو تونتر. قربان، اونا دارن به میدان مین نزدیک میشن، بهشون علامت بدین جونشون در خطره. دارن خوش آمد میکن. Thank you.
بهتر حرف نزنی جمشید. آروم باش. بگو منطقه ایکس برای عملیات مناسبه.